شورای امنیت سازمان ملل متحد میزبان نشستی با موضوع زن، صلح و امنیت بود که طی اون نماینده مزدور جمهوری اسلامی در حرفاش گوشید فشار کشورهای غربی و انتقادشون از نحوه برخورد با اعتراضات زن محور در ایران رو دفع کنه. در واکنش هم نماینده های آمریکا و آلمان در این جلسه برخورد خشن نیروهای مزدور انتظامی و امنیتی با مردم معترض در ایران و به باد انتقاد گرفتند. معاون مزدور نماینده ایران هم در این نشست با مسخره کردن حرف وزیر خارجه آلمان که بعد از شروع اعتراضات در ایران گفته بود تا دقایق دیگه این اتفاق بی سابقه ایران و زیر رو میکنه از کشورهای غربی در نقش وکیل وسیع زنان ایران انتقاد کرد. این متحجر منفور گفته مرگ دلخراش محسا امینی دختر جوان ایرانی قلب نه تنها دولت ما بلکه مردم کشورمون هم شکسته ما از این حادثه متاسفیم امیدواریم دیگه هرگز شاهد چنین فقدان دلخراشی نباشیم تحقیقات کامل برای مشخص شدن شرایط منجر به مرگ این دختر انجام شده و نگران نباشین تا الان یافته های دو تحقیق اولیه با کشورهای عضو و سازمان های وابسته به سازمان ملل به اشتراک گذاشته شده زنان ایرانی با هوش و فرهیخته و فداکار و میهن پرست و آگاه به حقوقشونن اونا میدونن چجوری با دولتشون به شیوهی سلحامیز و سازنده برای پیشبرد حقوقشون تعامل کنن بنابراین ما به کشورهای غربی توصیه میکنیم لازم نیست خودشون رو سرپرست یا قیم زنان ایرانی بدونن و... ازشون طرفداری کنن چند روز پیش هم لیندا گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با اعلام ادامه همراهی دولت جو بایدن با اعتراضات مردم و زنان در این جلسه در نشست جهانی از برخورد مقامات ایرانی با معترضین به شدت انتقاد کرد و گفت ما کنار زنان ایران هستیم گرینفیلد گفت در حال حاضر جهان نظارگر تحولات در ایرانه ایرانیان شجاع و دلیر از سراسر جامعه اما زن و مرد به مرگ مرگ اعتراض می کنن و به از بین رفتن محسا به دست پلیس گشت ارشاد ایران به جرم زن بودن معترضند این زن شجاع آمریکایی با تو دهنی به آخوندهای متحجر ایران علل خصوص خامنه ای گفته کنار زنان ایران قرار گرفته و در حق خواهی همراهیشون میکنه که ظاهرا این موضوع و از قبیل این به یه جای معاون نماینده ملاهای ایران فشار آورده.